آخرین بخش برنامه ما دکتر قیس نگزاد متخصص امراض داخله را داریم و موضوع بحث ما تغذیه و مریضان شکر است که باید چگونه تغذیه شود و چی ها بخوره و چی ها نخوره تا مرض کسانی که به مرض شکر مبتلا است بهتر وقایه شود و جلوگیری از بیشتر شدن شکرشان شود. بسیار زود خوش آمدین دکتر صاحب. خیلی ممنون. تشکر. چطور خنده کرده؟ بخاطر که اما تو یک بگیزی ارزت خوش آمدین دکتر. سلامت بخیر باشین. عرض ادب احترام دارم خدمت شما، خدمت تمام دست اندرکار عزیز برنامه تان و خدمت تمام بینندگان و شنوندگان عزیز رادیو و تلویزیون رای فردا. امیدوار هستم صحتمند باشین، گرچه امروز ناظری اندک ما را به برنامه ساخت متوجه هستم. بله بله، برنامه شما بخشوند. ما با بزرگواری خود عفا میکنیم. نه، ما تقسیم اوقات دارم که مثلا از افتونیم تا شتونیم، اینجا شتونیم تا نونیم، اینجا نونیم تا ده به اینجا. امروز کل امور ناظری گرد وقت دارم. حتما این از خاطر صحبت های کدام آجی آقای بزرگوار بوده پیش از ما. بله بله، قبل از شما صحبت های خیلی عالی داشتیم. خب دکتر صاحب، موضوع بحث ما تغذیه و مریضان شکر است که باید چی بخوره و چی نخوره. خب اگر یک مقدمه یا تعریفی داشته باشیم. ببینین صاحب، وقتی که مرض دیابت یا شکر که یک مرض میتابولیک مزمن هست، تعاملات کیمیایی بدن به شکل مزمن در اینجا برهم میخوره، وصف اساسیش بلند باقی ماندن قند خون هست و در سیر از این میتابولیزم یا استقلاب یا تعاملات کیمیایی پروتئین، شحم و کربوهیدرات تمامش گروهت میشه. بنابراین وقتی که این مورد مدیریت و تداوی قرار میگیره، ما باید به خاطر مدیریت از یک چهار پایه را مراعت بکنیم. چهار پایه، یک مربع را مراعت بکنیم. یک زل از این داشتن آگاهی کافی در مورد مرض دیابت هست. بسیار خوب. مریض باید بدانه که چی را بخوره چی را نخوره. مریض باید بدانه که شکرش به چه اندازه باید کنترل باشه که بگه شکرم کنترل است. مریض باید بدانه که مثلا فشار خود باید چند نگاه کنه. مریض باید بدانه که پای خود چه رقم نگاه کنه. مریض باید بدانه که دست خود چه رقم نگاه کنه. مریض باید بدانه که مثلا چه رقم از چشمای خود مراقبت کنه. مریض باید بدانه به طور مثال که علائم بلند بودن قند خون چی هست و علائم پایین بودن قند خون چی هست. مریض باید به این بطور مثال پی ببره که چگونه رژیم درست غذایی را برای خود تنظیم بکنه، چگونه فعالیت فیزیکی داشته باشه و در نهایت اگر بی‌پروایی کنه چگونه اختلالات پیشش ایجاد میشه. یک جزء اساسی از این عبارت از داشتن ایژوکیشن یا تعلیم و داشتن آگاهی طبی در مورد مریضی است که ما از رنج میبریم. ایژوکیشن جزء دوم تداوی از این مریضا را داشتن فعالیت فیزیکی منظم تشکیل میده که مریضا باید اکسرسایز داشته باشن، ورزش منظم ایروبیک یا هوازی را مراعت بکنن که در برنامه های گذشته ما دیگه بود بحث کردیم. جزء سوم و جزء غیر قابل انکار گرفتن دوا هست که مثلا زیر نظر دکتر صاحب، نظر به نوعیت شکر، نظر به درجه شکر، نظر به اختلالات مترافقی که در مرض شکر می باشه، برای این مریضا به طور مثال دوا توصیه میشه که چه دوای خوراکی باشه و یا چه دوای زرقی باشه. یک جزء غیر قابل انکار مدیریت را در مریضای دیابت تغذیه تشکیل میده، نوتریشن. بله بله، تغذیه و این بسیار مهم هست. در مؤاخذه طبی تو ذکر میشه که تغذیه در مریضای دیابت و داشتن یک برنامه منظم غذایی در مریضای شکر یک جزء غیر قابل انکار هست. یک جزء اساسی غیر قابل انکار. برای این مریضا باید افهام صورت بگیره که چه غذاها باید گرفته شود، چه غذاها باید گرفته نشود و به اساس مثلا نوعیت غذایی که میگیرن چگونه دوایشان تنظیم شود، به خصوص کسایی که زیر انسولین میباشد. گرچه تحت فرمول عمومی ما نمیتونیم که تمام مریضا رو مثلا بگیم که نقدر شحم بگیرین، نقدر کربوهیدرات بگیرین، نقدر پروتئین بگیرین، نقدر مثلا مواد مغذی دیگر رو بگیرین، نقدر مواد مکمل کننده رو بگیرین، نقدر شحمیات مشبوع رو بگیرین، نقدر شحمیات غیر مشبوع رو بگیرین، به خاطر که سن افراد فرق میکنه، جنسیت افراد فرق میکنه، نژاد افراد فرق میکنه، در ضمن از اون به طور مثال فعالیت فیزیکیشان فرق میکنه، مصرف روزمره ایشان فرق میکنه، نوعیت شکرشان فرق میکنه، تایپ 1 است، تایپ 2 است، شکر جریان حاملگی هست. در پلی از اون این فرق میکنه که مریضا مترافق با دیابت یا شکر چگونه اختلاط دارن. مثلا کسایی که مترافق با شکر فلج گرده داشته باشند، در رژیم غذایی از یا خصوصا در اخذ پروتئین ها یک تغییر گسترده ایجاد میشه. با مریض مثلا دیابتی که فلج گرده نداره، مثلا گرفتن 0.8 گرام فی کیلوگرم وزن بدن پروتئین اشکالی نداره، ولی بر مریضی که گردهش خراب میباشه، برای میگه که بیادر بزرگوار در 24 ساعت باید 0.6 گرام فی کیلوگرم وزن بدن پروتئین تو زیاد نگیری.
بنابراین نظر به هر فرد فرق میکنه، ولی اطلاعاتی که وجود داره در کل مریضای دیابت در حدود 40-60% انرژی روزمره خود را از طریق کاربوهیدرات میگیرن، در حدود به طور مثال 30% از این 15-30% از طریق پروتئین میگیرن، 30% از این از طریق شحم میگیرن. آها بسیار خب، حالا سوال مطرح میشه که چگونه یک برنامه منظم غذایی ما داشته باشیم؟ بله بله. چگونه برنامه منظم غذایی داشته باشیم؟ به خاطر که در دیابت یا شکر ما برنامه منظم غذایی داشته باشیم، باید برنامه غذایی مریضای دیابت قسم تنظیم شود که اگر چاق هست در پولی که نمانه که شکر بلند بر زیاد، مصرف انسولین در داخل وجود انسان باید این رژیم غذایی کم بسازه، مواد مغذی که بدن ما به خاطر فعالیت‌های روزمره خود به او ضرورت هست و را به بدن تامین بکنه، در پالیازو مقدار کافی انرژی را به خاطر اجرای فعالیت روزمره بر ما بده، ما را ضعیف نسازه، اگر چاق هستیم در کنترل وزن ما را کمک کنه، اگر بی‌نظمی چربی جگر و چربی خون داریم در سه کنترل کردن چربی جگر و چربی خون بر ما کمک کنه، و در پالیازو اگر فشار بلند داریم نگذاره ای رژیم غذایی که فشار ما زیاد بلند بره، و در پالیازو امراض و مترافقه دیگه که پیش ما وجود داره همچنان در عرصه بهبودی از این رول گسترده را داشته باشه، و در کل یک حالت انفلاماتوری یا التهابی که در بدن ما وجود داره اونمو را مهار بسازه و خونسا بکنه. خب باز سوال مطرح میشه چگونه؟ اول مریضای دیابت باید بیشتر تاکید به گرفتن فایبر داشته باشه. فایبر یعنی؟ فایبر یک جزء اساسی امی غذا را خصوصا در نباتات تشکیل میده. بسیار خوب. در نباتات امکان داره که قابل جذب و قابل هضم باشه و اکثر از اینا مثلا قابل جذب و هضم نیست. فایبر گرفتن چی فایده داره؟ فایبر گرفتن عادت میایی را خوب میسازن. مریضای دیابت اکثرشان قبض هستن. عادت میاییشان مشکل داره. به خاطر یک سری تشوشاتی که در سیر اعصاب خودکار ایجاد میشه، روده درست حرکت کرده نمیتونه. تو وقتی که فایبر نمیگیری، روده درست حرکت میکنه و در کل هاضمه خوب میشه. اگر مریض دیابت یا شکر سیب میگیره، برش میگه که سیب با پوستش نوشجان کو، اگر شفتالو میگیره شفتالو میگه با پوستش نوشجان کو، به خاطر که در پوست از اینا فایبر است. چه فایده داره؟ آستا آستا غذا جذب میشه و آهسته جذب شدن غذا دو فایده داره، یکی ما را سیر نگاه میکنه، دوم تیز کده شکر بلند نمیبره. و بدون شک گرفتن فایبر در تنظیم چربی خون و چربی جگر که اکثر اوقاتی پیش مریضای دیابت موجود می باشه رول داره. بنابراین فایبر بسیار مهم هست. که در فایبر چی هست؟ مثلا کیله فایبر داره، مثلا سیب فایبر داره، مثلا عدس فایبر داره، لوبیا فایبر داره، نخود فایبر داره، ترکاری های برگ سبز مثل کاهو، کرم، گلپی، شلغم، اینا همش فایبر داره. پس مریض دیابت اگه مثلا کدام وقت تصمیم داره که یک جوس مالتا را بر خود جور کنه، اگزی که مثلا جوس میکش و را صاف میکنه، خوب است که مالتا را همه تو زنده نوشجان بکنه. متوجه هستی؟ فقط جوس شده میشه. چون در وقتی که جوس میکشی تمام فایبرهای از یک طرف میره و فقط به طرف سال مایع باقی میمونه، ولی اگر مکمل نوشجان بکنی فایبرهای از او سبب میشه کمی جوس گرفته شده آهسته جذب شوه، در پلیازو در بالانس شکر پیش ما رول داشته شو و عادت مایی ما رو خوب کنه و قبضیت ما رو پیش کنه. یک. بسیار خوب. دوم، در بابت به طور مثال غذاها که مریضای دیابت کدام غذا را باید استفاده کنن، خیلی دشوار هست که قضاوت بکنیم، خیلی مغلق هست و یک طیف وسیعی از غذاها وجود داره که ما نمیتونیم که مثلا مشخص بر مریض بگیم که ایرتو بخیره نخونه خیر خیلی چی کنیم. میار در طبابت وجود داره تحت نام گلایسیمیک اندکس. گلایسیمیک اندکس یعنی؟ گلایسیمیک اندکس به این مفهوم که 50 گرام مثلا یک غذا، مثلا فکر کنید نمیال در اینجا هست یک دانه کیله 50 گرام وزن داره، ایره نوشجان میکنیم 3 ساعت بعد ارزیابی میشه که بهتر مثال گراف قند خون به چقدر بلند میبره. 50 گرام نان خشک ارزیابی میشه، اینم مقدار قند که مثلا در 50 گرام به کیله بلند رفته بعد از 3 ساعت تقسیم میشه بعد مقدار بهتر مثال قند که در خون ما بعد از 3 ساعت گرفتن 50 گرام نان خشک بلند رفته ای ضرب 100 میشه. طبیعی است که حاصل از این مثلا یا پایان تر از 50 میباشه، پایان تر از 55 میباشه، یا 55 تا بعدن مثلا 70 میباشه، از 70 بالا. بهترین غذا برای مریضای دیابت عبارت از غذاهایی است که ضریب قندی یا گلیسیمیک اندکسش کمتر از 55% باشه. کدام غذاست؟ بیشتر از این ترکاری و میوه‌جات است. ترکاری و میوه‌جات به استثنای خربوزه، تربوز، ام در پولیزو به طور مثال اناناس و منگوی که از همه که وجود داره، به استثنای از اینا ضریب قندی انگور، یادم نره انگور، به استثنای از اینا ضریب قندی اکثر میوه‌جات
کمتر از 55% است. یعنی مریض میتونه که با دست بازی استفاده کنه. پس مریض شکر کم کم شفتالو بگیره، کم کم مثلا آلو بالو بگیره، کم کم گیلاس مثلا نوشجان کنه، کم کم ناک نوشجان کنه، کم کم به طور مثال زردالو نوشجان کنه، کم کم به طور مثال میوه های دیگه که وجود داره میگیره، استرابری، توت زمینی بسیار برای از مریض فایده داره، به خاطر که ذری و قندی از اینا کمتر از 55% شکر به اون اندازه زیاد بالا نمیاره، سر پانکراس ما زیاد فشار نمیاره به خاطر آزاد کردن انسولین و مواد غذایی رو به ما میرسونه. بسیار. یه بابت میوه. در پالی از بابت ترکاری باب اکثر ترکاری هایی که وجود داره ضریب قندی یا گلیسیمیک اندکسشان کمتر از 55% هست. اگر از بابی هست و فاصلی هست و به طرم سال کدوگک هست و تریل هست. مگم کدوی زرد که وجود داره کدوی بلخی. یک مقدار امکان داره که مثلا ضریب قندیش بیشتر امکان داره باشد. بنابراین من شکر آسان میتونه که مثلا لیمون نوشجان کنه، نارنج مثلا نوشجان کنه، در پالی از بطرم سال بامی را بگیره، فاصلی را بگیره، بادرنگ مثلا نوشجان کنه، مرچ تازه را نوشجان کنه، مرچ دلمه را نوشجان کنه، مثلا گشنیز و گندنه و مولی سرخک اینا همه ضریب قندی پایین تره. در بابت از اینکه بهتر مثال مریضای دیابت کدام خسته باب را نوشجان کنم، خسته باب اکثر از اینا بهتر مثال متاسفانه خصوصیت داره که اگر بیشتر گرفته شم کام را مریض چاق بکنه، خسته چاق میکنه. اینه مثلا خسته باب که از چهار مغز از بادام پسته کاچو میموزد، ولی در کنترل فقط کسایی که مرض شکر داره چاق میکنه یا که خیر دیگر هر کس هست. بله هر کس دوست. بنابراین یک کمک چاق میکنه. بنابراین مریضایی که چاق هست کمک کتزی باید احتیاط کنن. در غیر از اون مریضای دیابت که وزنشون کم میباشد از خسته باب گرفته میتونه، ولی یک مقدار مثلا که دیش افراط صورت نگیره. مثلا یک مریض شکر اگر یک دادانه چهارمغز در روز میگیره، یک دادانه بادام اگر میگیره، یک دادانه کاچو میگیره، یک دادانه پستیک شور نباشه میگیره، هیچ اشکالی نداره. اینا اکثرش شهمیات غیر مشبوع داره، شهمیات مفید را در بدن ما بلند میبره، شهمیات مضر را در بدن ما پایان میاره و در پالی از میتابولیزم و تعاملات کیمیاوی را در بدن ما بهتر میسازه. در بابت مثلا غلجات، اکثر غلجات کرود وجود داره مثل لوبیا، نخود، عدس، ماش، اکثر از اینا ضریب قندی پایان تر از 55% داره. مریضای دیابتی را میتونه بگیرن، ولی در عرصه تغذیه از باید افراد صورت نگیره. در بابت از یک روغن، اکثر مریضا را دیدین نه؟ بله. روغن باید روغن گرفته شده که شهمیات غیر مشبوع دیش زیاد باش، شهم مشبوع کم. یعنی میزان گرفتن شهم مشبوع پیش مریضای دیابت باید در روز بیشتر از 10% تجاوز نکنه. شهم مشبوع نمی قیماق است، نمی پنیر است، نمی بتر مثال فکر کنین گوشت و گوسفند است، نمی روغن دنبه است، موضوعات است، درست؟ و شهم غیر مشبوع اکثرش مثلا دمی روغن کنجد است، روغن زغیر است، روغن پنبه‌دانه است، روغن زیتون است، نمی وجود داره روغن جواری. بنابراین اگر در غذا و در پخت و پز از این روغنا به مقدار کم استفاده شود، احسن کار بسیار خوب هست. در بابت موضوع لبنیات که وجود داره، مریضای دیابت میتونه شیر استفاده کنن، ماست استفاده کنن، ولی شهمش باید برداشته شد، جوش شد و سرش پس شد. قیماق گرفته میشه بسیار کم. بله، بله بسیار کم قیماقش گرفته شد و شیر و ماست مثلا کم چرب رو نوشجان میکنن. پنیری که مثلا زیاد شهمی نباشه میشه که نوشجان شود. و در پالی ازو در گرفتن بعض غذاها باید ابا بورزن. مثلا مریضای دیابت گرفتن برنج، گرفتن کچالو، گرفتن غذاهای خمیری، گرفتن مثلا چیزای خیلی شیرین، گرفتن خصوصا مثلا خرما، گرفتن نوشابه‌های گازدار، انرژیزا، اینا چیزایی هست که گلیسیمیک اندکس یا ضریب قندی خیلی بلند داره و امکان داره قند خون مریض را خیلی بالا بره. بسیار خب، قسمی که شما گفتین دکتر صاحب، یک از همکارای ما متأسفانه که همچون مرض را داره، مثلا دیابت یا شکر، و همیشه که من میبینم برنج باشه یا که کچالو باشه اینا میخوره، بجای اون من خیلی نگران میشم. فعلا که اینا احتیاط نمیکنه و آینده میتونه چه مشکلاتای جدی را به اینا ایجاد کنه؟ ببینین صاحب، فرض کنین حجرات بیتای پانکراس اگر ما مثلا ده دانه وال فکر کنیم، ده واشل فکر بکنیم، درست؟ مثال بله. دارتان میتونم ده واشل، یک ماشین است ده دانه واشل داره، درست؟ بله. وقتی که مثلا یک مریض در مرحله ابتدایی شکر قرار میداشته باشه، وقتی که تو غذاها را با ضریب قندی بلند میگیری و مجرد کلی نوشجان کردی، طبیعی است که مثلا ایچون مقدار زیاد کالوری داره، مقدار زیاد مثلا انرژی داره و به خاطر متابولیسم خود به انسولین ضرورت داره. هر قدر که قند خون بلند برد، اما قدر ضرورت است که انسولین آزاد شده برد. خب ده واشل از دو تاش خراب شد، دکتر شکر گرفته. وقتی مثلا توی رقم بی‌پروایی کردی، سپورت نکردی و مثلا بدن تا مقابل انسولین حساس نساختی، از این ده واشل دو تا خراب، سه خراب میشه، چهار خراب میشه، پنج خراب میشه، واستاست تا
حالت پیش انسان امکان داره تحسس کنه که مریض از حالت نن انسولین دیابت ملیتوس به انسولین دیپندنت دیابتوس ملیتوس تبدیل شه، یعنی از حالت غیر وابسته به انسولین به حالت وابسته به انسولین تبدیل شه. و این افراد اشخاص افراد به انسولین هم عادت دارن، امکان داره استاستاستاست اینا به طرف انسولین برای کورس تداوی مغلق میشه و در پالی از این رژیم غذایی امکان داره یک حالت انفلاماتوری یا التهابی را در بدن ایجاد کنه، خطر عملات قلبی را زیاد کنه، خطر سکته مغزی را زیاد کنه، قند خون که کنترل نبود طبیعی است که چانس تحسس اختلالات بلند میشه. بسیار خوب. پس ما رژیم غذایی را اگر مراعات بکنیم در حقیقت اختلالات دیابت را سالها به عقب مندازیم و در عرصه باید ما به اعتنایی نکنیم. بسیار خوب. دکتر صرف فیلان که بعضی خوراکی ها مثل بیسکویت های برامده، نان جو و اینا چقدر تاثیر گذار است؟ چه رولی داره با یک مریضی که دیابت داره؟ ببینین دوستگان عرج، در کل شیرین کننده ها یا سویتینر ها که هستن به دو کتگوری تصنیف بندی میشن. یکی شیرین کننده های مغذی، شیرین کننده های غیر مغذی. شیرین کننده های مغذی مثلا شربت جواری، کارن سیروپ که مثلا برش میگن، یا اسپارتم، یا مثلا ببخشین عسل، اینا شربت جواری عسل، اینا در پهلوی از که مثلا غذا را شیرین میسازه در پهلوی از این موضوع مغذی هست. مثلا اکثر چیزهایی که شیرین هست شما ببینین که در عقب از اونش تست که مثلا سیروپ کارن یا مو شیری جواری دو استعمال شده، شیری جواری استعمال شده. بله. یا عسل، اکثر مریضای تو میگه من بهترم سال دکتر صاحب بوره نمیخورم عسل میخورم، بخورم نخورم صحیح؟ بله. عسل که اگه واقعا طبیعی باشه، خالص باشه، چون قسمت اعظم قند از این فراکتوز تشکیل میده، قند بلند میبره ولی به اندازه بوره نه صحیح؟ بنابراین و فراکتوز جزء از قندی است که به خاطر متابولیسم خود به انسولین نیاز نداره. بنابراین مریضا میتونن که به عوض مثلا بوره، به عوض چاکلیت، به عوض کلچه وجود داره، به عوض کرملون یک مقدار عسل بگیرن و در اصل خوراک از افراط نشه. بوام به شکل طبیعی باشه، نه که مثلا یک تک تک از بوره پر باشه. در بابت شیرین کننده های غیر مغذی که اکثرا شما شنیده باشین که بسکویت های شکر، چاکلیت های شکر، مثلا ککو شکر، مثلا فکر کنین آیس کریم شکر، شیرین شکر، رولی شکر، اینا ذات شنیده. اینا اکثر اوقات دیش شیرین کنندگان مصنوعی غیر مغذی علاوه میشه، مثلا اسپارتم، اسلفم، سکارین، اینا شیرین کنندگان هست که امکان داره ذائقه ببخشه ولی شکر را بلند نمیبره. شکر را بلند نمیبره ولی امکان داره که عوارض دیگه داشته باشه، مثلا پروسه هضم را مشکل میسازه، نفخ و باد شکم را امکان داره بیشتر بخواده، چون خشکستگی یه چیزی که نفخ و باد شکم را مشکل میسازه، در پلی زیادتر میسازه، هاضمه را به مشکل مواجه میکنه، امکان داره که بعض چانس اختلالات خدا نخواسته سرطان پیش بعض افراد اشخاص بلند بره. مثلا آمار اطلاعاتی که وجود داره نشان داده که کسایی که بیشتر مثلا شیرین کنندگان مصنوعی استفاده میکنن میزان تحسس سرطان های مثانه پیش از اینا بیشتر است نسبت به کسایی که شیرین کنندگان مصنوعی استفاده نمیکنن. برابری اگر به خاطر ذائقه یا استعمال میشه خوب است که گرفته شه ولی افراط نشه. بسیار خوب، بسیار خوب. خب دکتر صاحب، کسایی که به مرحله انسولین میرسن، بله، بله، اینا کدام نکات مراعات نکرده که باید هر روز انسولین بگیرن؟ وقتی مریض به طرم سال مصابه شکر وابسته به انسولین هست، ایده چند کاتگوری تصنیف بندی میشه. بعض افراد اشخاص هست که اگه مراعات کنه نکنه دیابت تایپ 1 داره، او باید انسولین بگیره. یا حامله است، باید انسولین بگیره. و اگه چیزی مراعات کنه نکنه، اینا مثلا تداوی شه. ولی مریضای دیابت تایپ 2 که غیر وابسته به انسولین است، اگه اینا خود لاغر بکنن، داروی منظم استفاده بکنن، سپورت منظم بکنن، حداقل وزن خود 5-10% بتانن کم بکنن، بی‌نظمی چربی جگر و چربی خون خود اصلاح بکنن، فشار را درست مراعت بکنن و فشار خود نمانه که از 130 بر 80 بالا برن، اینا چانس اختلالات را پیش خود کم میکنن و نمیگذارن که شکرشان از حالت غیر وابسته به انسولین به حالت وابسته به انسولین عوض شود. بسیار خوب. دکتر صاحب، یک موضوع دیگه را ما هم دیدیم و هم شنیدیم، میگه کسایی که مثلا مراعات نمیکنه و پرهیز نمیکنن و اصلا توجه به چیزی نداره، اینا شکر دفعتن عوارض خود نشان نمیده، یک به یک یا به چشم میزنه یا که جای زخم شوه با آسانی خوب نمیشه. چقدر خوب را اشاره کردیم به اونی بزرگوار ما خوش متبر طبی که در بخش دیابت صحبت میشه، مثلا کتاب RSSDI، مثلا هریسن کارنت،
در این ماخذ حکایه میشه که اکثر مریضای دیابت نوع دوم خصوصا در کشورهای در حال انکشاف به ماینه خانه دکتر صاحبا با یک اختلاط شکر مراجعه میکنه. مثلا مریض اصلا خبر نبود در ماینه خانه میگه من جور تیار هستم، یک اختلال در نعوس پیدا کردیم یا دید چشم کمزور شده یا مثلا کمک لاغر شده. وقت ارزیابی میشه میبینی که مثلا کم از کم یک سال دو سال سه سال داشته که شکر داشتم. بنابراین ما نمیتونیم که به اساس تکرار ادرار زیاد نوشیدن زیاد تشنب رفتن دیابت را قضاوت بکنیم. حداقل در دو ماه سه ماه یک دفعه شکر خود را شکم گشنه یا پر ارزیابی شود و حداقل در یک سال دو دفعه HbA1c که وسط سه ماه شکر هست اگر معاینه شود و ارزیابی شود بدون شک که بر ما عاری از سود نخواهد باشد.